ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم به خود عشایر گوش کردیم، چون خیلی از ما خودمونم عشایری هستیم، اقلا بلد بودیم به عشایر گوش بدیم و دیدیم که برای اینکه بتونن تقویت بشن و کارشون رو بکنن، ترجیح میدن یه تشکلی درست بکنن که پایش و مایش از خود ساختار عشایری و قبیله‌ای گذشته بتونه الهام بگیره. عشایر چطوری با هم دیگه کار میکردن، زندگی میکردن، مرتب میچرخوندن، چجوری تصمیم میگرفتن کی برن، کجا برن، چقدر بمونن، کی برن جای دیگه، اینا رو یه خورده یاد بگیریم و بعد بر اون اساس یه تشکلی ما پیشنهاد میکنیم شما درست بکنید، ما هم باهاتون همراه میشیم مثل جاهای دیگه. و خب این برای اینکه رسمیت داشته باشه طبق قوانین مملکت میتونه به ثبت برسه. وقتی به ثبت میرسه شما میشین یه شخص، به اصطلاح قانونی میگن شخص حقوقی، یعنی فرد نیستین دیگه، یه جمعی هستین، به ثبت رسیدین و میتونین کار بکنین. بنابراین چون وقت خیلی زیاد نیست، من همینجا پیشنهاد میکنم که اگه شما موافقید، چون دفعات پیشم که اینجا اومدیم با چند نفری به هر حال صحبت کردیم، بحث خیلی جدیدی نیست، ما بریم دنبال اینکه تشکل عشایری از این منطقه درست بکنیم و به ثبتش برسونیم. حالا قانون چی میگه؟ میگه برای ثبت یه تشکل چند تا چیز لازمه. یک، اساسنامه. اساسنامه رو ما پیشنویس کردیم، آوردیم که دیگه کارش سریع‌تر بتونه انجام بگیره. یعنی ما توی این اساسنامه میاریم که این توایف، این وحدت قلمرویی رو دارن و با هم دیگه دارن این چیز رو را میندازن. اسم توایف هم میتونیم تو بیاریم. یکی بخوان ما بشنیده. رئیسی، بله، دهگی، بله، سیاه تگانی، سیاه تگانی، سا تگانی، کوهوانی، کوهوانی، کوتی، کوتی درسته، دورزاده، بله، دهانی، بله، سرابانی، درسته، خاکیزهی، درسته، بلوچارکی، بله، وردشتی. معیشت عشایرای این شهرستان یا این استان، اکثرشون تو بلوچستان، از طریق صنایع دستی و دامداری و سوزندوزی اینا هست و یه مقداری هم کشاورزی، کسانی که داشته باشن کشاورزی. اکثر به حساب صنایع دستی که به وسیله برگ داز، که به حساب ما میگیم پیش داز، درست میشه. با این برگ پیش میتونن 80 نمونه صنایع دستی باش درست کرد. کلاه هم میشه درست کرد، زیر انداز هست و روی کپرها اینا حسیرن روشو میندازن، از اینا درست میکنن. قندون هست، جای جواهراتی هست، باد بزن هست، وسایل بازی ریاضی بچه ها از اینا درست میکنن، بز اینا، انگشتری، چیزهای مختلف و کلاه نمونه نظامی و کلاه گرد اینا بساب، نقابدار اینا هم کلاه درست میکنن. دام این منطقه بلوچستان بیشترشون بزه، برای اینکه دوندگی بز از گوسفند بیشتره، برای اینکه بیشتر دوندگی بز، مثلا بیشتر دوندگی داره به این کوه ها با این دشت ها و گوسفند دوندگیش کمتره، بیشتر برای به همین دلیل دام بز بیشتر از گوسفند هستش. دام موقعی که بارندگی میشد نمیرفتن جایی که علف یا کمیه، اونجا به سا از بین ببرن، اونو میگذاشتن که به سا بهتر سرسبزتر بشه. جایی که بارندگی بیشتر میشد میرفتن اونجا به سا داماشون به چرا میبردن. یک ماه یه جا بودم یا دو ماه یه جا بودم، بعد
یه جای دیگه میرفتن که نه که اون تمام از بین ریشهش از بین ببرن، یعنی ریشهش بایستی به همون حالت بمونه که سرسبزتر بشه به آینده. انسان خودتون میبینی که جایی که استفاده داره اونو خودش محفوظ نگه میداره، نمیگذاره که اون از بین بره. حتی همین دازی که خدمت رو عرض کردن که صنایع دستی باش درست میکنن، یک سره اونو به ساعت جمع نمیکردن، در هر یه بوته یه مثلا برگ یک پیش جمع میکردیم، یعنی که از بین نره، هم از بین نره. و اینکه داز خدمت رو عرض کردن هم میوه داره، میوهش خوردنیه، هم دا هم طیور اینا میخورن ازشون استفاده میکنن. هسته داز همیشه که به حساب تسبیح، گردنبند، پن اینا میشه هم درست کرد با دستگاه دیگه. و داخل داز پنیرک هست که مثل نخل خورما که پنیرک داره، این هم نخل خورما خوردنیه و خیلی خوب است برای معده و اینا. و مخصوصا نمیخواستن که به حساب داز از بین ببرن، به همین حالت دازی که خوشه در میاره این دو مرتبه خشک میشه، مثل موز. موز می که خوشه در میاره دو مرتبه جوانه میزنه اطرافش و خودش خوش میشه. داز هم به همین حالت داره.